امروز به تشییع جنازه محمد حسن دهقان از روحانیان حوزه علمی قم اومدیم. این شهدا به ما نشون میدن که همان گونه که باید باشد، روحانیت در صف اول دفاع از اسلام است. ما حدود 10 سال پیش اولین ورودی های ستاد ترویج احکام بودیم، با هم دیگه هم درس بودیم، بعد کم کم دعوتش کردیم مرکز ملی، استفاده شد در پاسخگویی مرکز ملی، بعدا با هم یه همکاری داشتیم، یه کتابی را نوشتیم، اختلاف فتاوایی که همین آخر آموزش فقه های فلاحزاده چاپ شده و پایه اول طلبه ها درس میگیرن. شهید دهقانی یه زندگی جهادگونه مخلصانه همراه با اخلاق اسلامی و مردمداری داشتن. من خواهیم شد به امامت مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمى نوری همدانی. الله اکبر. انگیزه شون از رفتن چی بود؟ اطاعت امر ولی امر مسلمین. ما هم جایی که خالی میدید و میدونست که اینجا نیازه که یک طلبه باشه، یعنی یک طلبه انقلابی به تمام معنا بود، چه بحث درس، چه در بحث تبلیغ، چه در بحث انجام وظیفه، با عنوان انجام وظیفه رفتن. درس حضور در صحنه، حضور به موقع، پشتیبانی از ولایت در وقتش، نه با تأخیر، مثل اصحاب سید الشهدا که به موقع اقدام کردند. استادی که هم وجهه علمی داره و به این مقام رسیده، عمل هم نشون داده، طلبه ها مخصوصا شاگردانشون الگو گرفتن از این استاد بزرگوارشون. خب طلبه سرلوحشون، سرمغزشون، الگوشون، اساتیدشون هستن. وقتی که ببینن استادشون علمش رو با عملش عجین کرده، یعنی عمل کرده، مصداق بارز و عینی لبیک یا حسین و یاری امام حسین علیه السلام است. تلاش کرد آخر به آرزوش رسیده، هر کسی حاجت داره آرزوش حاجت بدنشه. من اتفاقا یه هفته قبل از اینکه ایشون عازم بشه یه صحبتی باش داشتم، چون من خودم عازم کربلا بودم، بهش گفتم بیا با هم بریم کربلا، اربعین بریم. گفت نه، کنار حرم حضرت زینب و حمایت از یا مدافع حرم حضرت زینب شدن یه صفا یا حال دیگه ای داره. آمده از سفر شام بلا، آمده این گل پرپر از کجا، آمده از سفر شام بلا، آمده این گل پرپر از کجا، آمده از سفر شام بلا، آمده. رسانیوز.ir